همیشه برام سخت بوده که بدونم همچین عبارتهایی چجوری حل میشن و چجوری باید ازشون رادیکال بگیرم. اگه برای تو هم این مسئله مشکله، حتما تا آخر این ویدیوی 1 دقیقه رو نگاه کن. بهترین و راحت ترین کار در مواقعی که زیر یه رادیکال عدد اعشاری وجود داره اینه که اون عدد اعشاری رو به صورت کسری بنویسی. الان زیر رادیکال داریم 0.25 که خونده میشه 25/100 که میتونم به صورت کسر بنویسمش. حالا هم صورت و هم مخرج به طور جداگانه هر کدوم میتونن به راحتی از زیر رادیکال بیان بیرون. مثال دیگه میتونه رادیکال 0.49 باشه که خونده میشه 49/100 و میتونم به صورت کسری بنویسمش. حالا صورت و مخرج رو هر کدوم جداگانه جذر میگیرم و بیرون از رادیکال جوابش رو مینویسم. مثال بعدی رادیکال 3.6 میتونه باشه که من این رو میتونم به صورت کسری چجوری بنویسم؟ 36/10 درسته؟ چون بعد اعشار یه رقم داره میتونم بنویسم 36/10. 36 میتونه از زیر رادیکال بیاد بیرون و جواب داره، اما 10 دیگه جواب نداره. پس رادیکال 3.6 جواب نداره. حالا توی کامنت ها به هم بگو که جواب این عبارت چی میشه؟